بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه فصل دوم، درس دوم، طوری که در درس قبلی شما فرا گرفتین که درجه روز چی است. درجه روز در هیدرولوژی عبارت از حرارت اوسط روزانه منفی حرارت مبنایی است. حرارت مبنایی را گفتم برای شما که عبارت از مثال یخ در صفر درجه شروع به ذوب میکند تا 90-95 درجه بعدا به نقطه غلیان میرسد. پس حرارت مبنایی و یا حرارت پایه به نام چیات میشه؟ از یخ صفر درجه است. پس مثال در یک مثال ما مثال دوم کار میکنیم که در طول یک هفته درجه حرارت اعظمی و اصغری روزانه به سانتیگراد در جدول زیر داده شده است. در این مدت چند روز بر مبنای دو درجه سانتیگراد حاصل شده است. ببینید که در تی مکزیموم 3 درجه، تی منیموم روز اول یک هفته است. یک هفته دوست یعنی روز اول، روز دو، 3, 4, 5, 6 و 7. روز اول درجه حرارت اعظمی 30 درجه و حرارت اعظمی از غری منفی 5 و روز دوم مثبت 5 و منفی 3، روز سوم مثبت 10 و منفی 2. به می ترتیب روز هفتم درجه حرارت اعظمی 6 درجه و منفی 30 درجه است. پس با اساس که درجه حرارت مبنایی 2 درجه سانتیگراد باشه، یعنی چند درجه روز کار است. نظر به جدول فوق، اوسط درجه حرارت روزانه را ما محاسبه میکنیم که اوسط حرارت اصغری و اعظمی نظر به از جدول فوق نظر به چی اوسط حرارت چطور پیدا میکنیم. تی مینیموم مساید به تی مکزیموم 1 جمع تی مینیموم 1 تقسیم 2، یعنی حرارت اوسط روزانه را روز اول مساید به چند است؟ 3 جمع منفی 5 تقسیم 2 مساید به منفی 1 درجه سانتیگراد. به می ترتیب درجه حرارت متوسط روزهای دیگر را چنین محاسبه می کنیم. تی مینیمم 2 مثبت 1، عین فرمول مطابق فرمول قبلی، و از روز پنجم و از روز ششم و از روز هفتم مثبت 1 درجه. در مجموع در نتیجه دریافتیم که چند شد؟ مثبت 1، مثبت 4، مثبت 5، منفی 2 و مثبت 1 و منفی 1 درجه سانتیگراد به دست آمدنه. پس در این ارقام دیده می شود که اگر هر اوسط درجه حرارت روزانه را تفریق حرارت مبنایی کنیم، درجه روز به دست می آید. اما حرارت مبنایی مساوی به 2 درجه سانتیگراد است. بعد این ترتیب ارقامی که کمتر و یا مساوی به 2 سانتیگراد است یا منفی و یا صفر به دست میاد، کدام فایده به ما نمیرسونن. به این اساس در نتیجه کدام مفهوم میرانه میکنن. از این لحاظ صرف اوسط حرارت هایی که بیشتر از حرارت مبنایی است در نظر میگیریم. در اینجا بیشتر از حرارت مبنایی 1 کم است، 4 جات است و 5 بیشتر است. اما دور اگر از 2 منفی کنیم باز به صفر میشه، دیگه کلیش کمتر است. پس 4 و 5 است. پس درجه روز مساوی است به 5، اما درجه حرارت یک هفته است، یک روز از این هفته است، منفی 2 و جمع 4 منفی 2 مثبت 5. پس 5 درجه روز میشه. یعنی پروسه مورد نظر فقط در طی روزهای سوم و چهارم که درجه حرارت متوسط از مثبت 2 درجه سانتیگراد بیشتر باشد اتفاق افتاده و جمع درجه روز آن مساوی میشه با 5. و یا می توانیم درجه روز را چنین توضیح کنیم، یکی رشد درجه روز است یا گروت دیگری دیز میگن. گروت دیگری دیز یعنی درجه روز ما میتونیم به این شکل بگیم. اجازه دید که قبل بیان مفهوم درجه روز، رشد رابطه درجه روز و میزان رشد موجودات زنده رو به طور خلاصه توضیح کنیم. مثلا میزان یا نرخ رشد بسیاری از موجودات زنده در مرحله اول توسط درجه حرارت کنترل میشه. شکل در شکل زیر ما شما باز میبینیم
ببینیم که در شکل در این شکل در محور افقی درجه حرارت است به فارنهایت و در محور عمودی چی است؟ نرخ رشد است. نرخ رشد یعنی زمانی که ما کشت میکنیم، وقتی که کشت میکنیم نبات بسیار صفر درجه رشد نمیکنه، با آهسته آهسته رشد میکنه که مینیموم از غلیظ باز متوسط است، باز سریع است و باز عظمی است. یعنی این نبات ما در 50 درجه سانتیگراد کم رشد شروع میشه تا 66 تا 86 با واسطه از 50 درجه فارنهایت حرارت شروع میشه، رشد شروع میشه و در 86 درجه فارنهایت اعظمی است. پس چی میشه؟ رشد کوتاه میشه. پس ما این نیده به نام چی یاد میکنیم؟ به نام رشد اعظمی یاد میکنیم که در 85 درجه رشد اعظمی کده و بعد از پس رشد نمیکنه. پس در اینجا حرارت مبنایی ما 50 درجه فارنهایت است و حرارت اعظمی ما 86 درجه است. پس درجه حرارتی که حد از این رشد آن در آن با وقوع می پیوندد درجه حرارت مناسب گفته می شود. در شکل فوق درجه حرارت مناسب یا 80 درجه فارنهایت است. با افزایش درجه حرارت به بیش از درجه حرارت مناسب میزان اندازه رشد دوباره کاهش پیدا می کند. در واقع مراحل مختلف رشد اعظمی موجودات زنده و درجه حرارت از مثال مانند مانند فوق پیروی می کند. با این تفاوت نه تنها درجه حرارت از غریب مناسب و اعظمی از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر متفاوت است، بلکه این درجه حرارت ها برای مراحل و مراحلی که در داخل بدن یک موجود زنده اتفاق می افتد نیز متفاوت خواهد بود. بنابراین بر اساس مطالب فوق زمانی که حرارت کنترل کننده میزان یا نرخ رشد یک موجود زنده یا یک پروسه است، میزان یا نرخ نموی آن موجود زنده یا پروسه توسط یک سیستم درجه رود رشد میکنه و یا امان گروت دیگری دیز یا واحدهای گرمایی بگیم یا حرارتی مشخص میشه. حال فرمول درجه روز را ما معرفی میکنیم. بازم بیشتر براتون گفتم که جی دی دی عبارت از اوسط درجه روز منفی حرارت مبنایی است. یعنی تی مکسیموم تقسیم تی مینیموم منفی تی بیس. یا تی بیس به معنای چی؟ درجه حرارت مبنایی یا حرارت پایه. اینجا در فرمول گفتیم که درجه حرارت اعظمی روزانه و از درمی روزخانه و همچنان درجه حرارت پایه مبنایی تی بیس است. پس حرارت مبنایی یخ گفتم چند است؟ یخ بعد از 0 درجه سانتیگراد ذوب میشه را 100 درجه سانتیگراد به غلیان میرسه. پس حرارت پایه و یا حرارت مبنایی یخ مساوی به صفر است. مورد درجه روز در ساحه انجینری بیشتر در بخش زراعت یعنی نباتات و حشرات و جنگلات و در بخش انجینری سیول انجینری آبیاری نیز مورد استفاده قرار میگیرد. یعنی مدت دوره رشد در انجینری آبیاری و یا در بخش سیول که فصل دوم شما از عبارت از چی است؟ عبارت از انجینری آبیاری است. در فایدولی که شما یعنی مدت دوره رشد موی نبات بین کدام حرارت رشد یعنی مدت دوره رشد موی نبات بین کدام حرارت رشد و نموی نبات آغاز میشه و در کدام درجه حرارت رشد و نموی نبات توقف میکنه. یعنی گندم زمانی که کشت میکنیم در ماه میزان کشت میکنیم تا ماهای هود اینا رشد نمیکنن، در اخیر هود یا در اوائل حمل این رشد میکنه. وقتی که رشد کرد نمو میکنه سر میزنه. میبینیم که درجه حرارت در ماه حمل چند است؟ یعنی 15 درجه. در مثبت 15 درجه این رشدش آغاز میکنه و در ماه جوزا این گندم خوشه میکنه و پخته میشه. در ماه جوزا پس چی میشه؟ زرد میشه، دیگر رشد نمیکنه. وقتی که رشد نمیکنه پس از حرارت اعظمی در جوزا ممکن 30 درجه باشه. پس حرارت مبنایی از یه چند است؟ اونمون 13 درجه که در ماه عمل است.
فرض کنید درجه را تصغری لازم برای آغاز یک مرحله نموی در یک موجود زنده، مثلا آغاز گلدهی یا گیاه، آغاز گلدایی، آغاز گلدهی یا گل کردن یک گیاه، یا مرحله تخم گذاری یک حشره 10 درجه سانتیگراد باشه، یعنی حرارت مبناییش، و در درجه حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد مرحله نموی یعنی گلدهی نبات و یا تخم گذاری حشره متوقف شود. بنابراین به حرارت های 10 و 30 درجه سانتیگراد مذکور حرارت های آستانه گفته میشه. خود 10 و 30 به نام آستانه میگن، اما 10 پس درجه حرارت پایه یا مبنایی برای آغاز این مرحله نمو 10 درجه سانتیگراد. حال به عنوان مثال تحقیقات نشان داد که آن گیاه برای این که وارد گلدهی شود یا آن حشره که برای این که مرحله تخم گذاری شامل شود، با 58 درجه روز رشد جدیدی نیاز است. جدیدی یا گروت دیگری دیز یا رشد چی؟ یا رشد درجه روز. برای درک این موضوع به مثال زیر باز فرض میکنیم، این مثال درجه روز است: یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه، یعنی 7 روز درجه حرارت از زمین داده شده و درجه حرارت از غریان. برای هر روز ما پیدا میکنیم، برای روز یک شنبه، درجه روز برای روز یک شنبه پیدا میکنیم، ببینید چند بشه. تی مکزیموم منفی تی منیموم تقسیم 2 منفی تی بیس، تی بیس ما 10. پس در اینجا مسئله چند میشه؟ 10 میشه. درجه روز برای دوشنبه به می ترتیب محاسبه میکنیم، ببینید 13. و مسئله درجه روز برای چهارشنبه به می ترتیب و برای پنجشنبه و برای جمعه هم پیدا میکنیم، چند پیدا میشه؟ برای روز شنبه هم پیدا میکنیم. بالاخره جدیدی ما مسئله چند میشه؟ مسئله 58 میشه، که در مجموع 10، 13 جمع 20 جمع 11 جمع 4 0 0، به خاطر اینکه گرفتیم که و از 10 درجه کمتر بدن، نه از 10 درجه کمتر بدن و یا مسایب 10 بده. از آنجایی که بر اساس مثال فوق ورود به گلدهی یا تخم گذاری حشرات نیازمند 58 درجه روز رشد میکنن، و از آنجایی که این میزان درجه روز رشد در مدت 7 روز تامین میشه، بنابراین گیاه باید از 7 روز یعنی در انتهای روز شنبه وارد گلدهی خواهد شد، و یا اینکه تخم های حشرات در انتهای روز شنبه از تخم خارج خواهند شد. یعنی ما در این 7 روز با درجه روز رشد مورد نیاز دست یافتیم. تشکر. حالا میایم در بخش دوم، فشار هوا. فشار هوا قوه است که هوا بر یک واحد مساحت زمین وارد میکنه که مقدار آن در سطح بحر مسیب 760 میلیمتر ستون زیبا میباشد. واحد اندازه‌گیری فشار میلی بار است، همچنان میلیمتر ستون سیماب است. ما میتونیم واحدات ایجاد هر، اما در هایدرولوژی معمول که از فشار و میلی بار است، یا هر میلی بار ما معادل 100 نیوتن بر متر مربع است، یعنی 100 نیوتن بر متر مربع فشار هوا میتونه اندازه شود، اما معمول در هایدرولوژی بیشتر به میلی بار است. هر میلیمتر سیماب ما معادل 1.33 میلی بار میشه، یعنی فشار هوا در سطح بحر چقدر است؟ در 760 میلیمتر ستون سیماب است. چون تراکم هوا نظر به ارتفاع سطح زمین کاهش پیدا میکنه، لذا با افزایش ارتفاع سطح زمین فشار هوا نیز کاهش پیدا میکنه، اما تغییر فشار نظر به ارتفاع چندان منظم نیست. تا ارتفاع 1500 متری سطح زمین در هر 100 متر فشار هوا در حدود 12 میلی بار در اتمسفر کاهش پیدا میکنه، و در طبقات بالاتر این کاهش کنتر میشه. اما این نظر به قیمت این تخمینی است، نظر به موقعیت جغرافیایی، نظر به طول البلد و عرض البلد نسبتا فرق میکنه. طور مثال
شارك اول بارتفاع 1800 بحر قرار دارد. فشار هوا را در کابل دریافت کنید. حل ما به دو طریقه حل می کنیم. طریقه تقریبی است و طریقه دقیق تر است. طریقه تقریبی چطور حل می کنیم؟ اگر ما بگیم ارتفاع شهر کابل از سطح بحر 1800 متر است. بیشتر گفتیم که تا ارتفاع 1500 متری خوب بیشتر از وام خیر فکر کنیم که در هر 100 متر فشار هوا در حدود 12 میلی بار کم میشه. پس همین در نظر بگیریم طریقه تقریبی است. چون 1 میلی متر ستون سیما ما با 1.33 میلی بار و 760 میلی متر ستون سیما ما مصیبه چند میشه؟ 1.10.8 میلی بار میشه. چرا؟ 760 هزار به 1.33 کردیم چون 1 میلی متر ستون سیما ما مصیبه 1.33 میلی بار میشه. به این ترتیب در 100 متر اگر 12 متر باشه در 1.800 متر چقدر تفاوت میکنه؟ پس 216 میلی بار و 216 میلی بار از 1.10.8 که به حساب میلی بار تبدیل کردیم منفی 216 میلی بار میشه. من مصیب میشه چند؟ مصیب 794.8 میلی بار میشه. پس فشار هوای ما در شهر کابل 794.8 میلی بار میشه. طریقه دقیق و یا میتونم در کدام طریقه است که توسط از این فرمول پی ای مصیب 1013 منفی 0.1152 ضرب اچ جمع 0.544 ضرب 10 به طاقت منفی 6 ضرب اچ به طاقت 2. 1013 چی است؟ 1013 امی ارتفاع از سطح بحر است. فشار هوا در سطح بحر است که 1013 است که این دقیق نظر به سطح بحر سنجیده شده و اچ ارتفاع منطقی مورد مطالعه نظر به چی است؟ نظر به سطح بحر است که این فرمول دقیق تر است که ما توسط از این فرمول اینال پیدا میکنیم که در صورتی که ارتفاع شهر کابل 1800 متر از سطح بحر موقعیت داشته باشه و ما چطور فشار هوا را توسط از این فرمول پیدا میکنیم. توسط فرمول تقریبی که پیدا کردیم 794.8 میلی بار آمد. ببینید اما توسط از این فرمول بین ببینیم که پی ایم و مصیبه چند میشه. 1013 مصیبه 807.4 میلی بار میشه که توسط از این فرمول ما شما محاسبه کردیم که پی ایم مصیبه اینی است. ایش ایوازش 1800 عوضه کردیم و بس در این فرمول برامد 807.4 میلی بار. اما در اینجا 794.8 تفاوتش آمده اما او چون تخمینی است فرق میکنه نظر به این فرمول دقیق تر است. رطوبت هوا چی است؟ رطوبت هوا به انگلیسی به نام اتمسفریک هومیدیتی گفته می شود عبارت از مقدار آبی که در هوا به شکل بخارات آبی موجود است به نام رطوبت گفته می شود. رطوبت هوا بر روی ابر حدود 4% از ترکیب اتمسفر تشکیل می دهد. در شرایط معمولی مقدار بخار آب در اتمسفر در ماهای گرم از 1.3% و در ماهای سرد از 0.4% تجاوز نمی کند. به این ترتیب رطوبت می تواند به 3 حالت بخار مایع و یخبسته وجود داشته باشد. در هوای صاف و معمولی رطوبت به صورت بخار است. رطوبت موجود در ابرها به شکل قطرات آب یا بلورهای یخ است. بخار آب در اتمسفر در بیلانس انرژی اتمسفر و زمین نقش عمده را بازی می کند. مثلا انرژی موج کوتاه آفتاب را باز می تواند و انرژی موج بلند زمین را جذب می کند و به همین ترتیب در تغییرات حرارتی زمین اثر می گذارد. از طرف همین بخار آب طی پروسه های تبخیر و بارندگی انرژی اتمسفر را جابجا می کند. هر اندازه یک حرارت بالا گنجایش پیدا کند رطوبت اتمسفر بیشتر می شود. پس رطوبت مربوط به درجه حرارت می باشد. تشکر می کنیم.